تقریبا زیگزاگ مانند که بعضی وقتا کامله بعضی وقتا بریده بریده است و این علامت هواپیما یا فانتومی که رو سرشه سر کاملا پهنه به این حالت مارپیچ میپیچه و خودشو میماله و به دشمن هشدار میده مار کوتوله تاجدار در مناطق غربی و جنوب غربی ایران پراکندگی داره و در ارتفاعات و تپ ماهورها و کوفایه ها به وفور تو فصل بهار و اواخر زمستون دیده میشه سلام دوستان ما در حال پیمایشیم برای دیدن یکی از زیباترین افیایی که تو این منطقه از استان خوزستان وجود داره و تو استان خوزستان و مناطق جنوبی ایران افعی پولکره یا افعی جعفری یکی از زیباترین مارهای ایران و یکی از خطرناکترین مارهای ایران که جسه خیلی بزرگی نداره و نهایتاً 50 تا 60 سانتی ولی یکی از پرگزش در این مارهای زهراگین ایرانه به خاطر اینکه ما تاروز بیشتری با این گونه مار داریم و این منطقه‌ای که میبینید یکی از نقاطیه که زیستگاه افی جعفریه افی جعفری میتونه در مناطق دشتی، تپ ماهوری، نیمه کوهستانی و کوهستانی در بعضی از مناطق پراکندگی پیدا کنه ولی عموما افی جعفری در مناطق دشتی دیده میشه ولی در استان خوزستان و برخی از استان‌ها شما افی جعفری رو در مناطق نیمه کوهستانی و کوهستانی هم مشاهده میکنید اینجا منطقه ای که گرم سیری معتدله با هم قرار گرفته و گونه های گرم سیری و گونه های معتدله با هم در بعضی از مناطق زندگی میکنن ما الان پیمایش میکنیم تو الان اول غروب و داره کم کم آفتاب شکسته میشه و به تارو به تاریکی میریم پیمایشمون رو شروع میکنیم تا بتونیم این افی رو در تاریکی پیدا کنیم چون روزها که گرم میشه و دما خیلی بالا میره اکثر خزنده ها حتی اونایی که روزگردن به سمت شبگردی رو میارن ولی عموما نفی جعفری شبگرده و به امید خدا ما این گونه رو بتونیم پیدا کنیم با ما همراه باشید در این منطقه بسیار زیبا و باشکوهی از کوه زاگروست دوستان این پایین رو ببینید ما الان بالای تقریبا این دره آبرو که فصلیه آبای فصلی از این دره عبور میکنه و همینجور که مشاهده میکنید وقتی آبای فصلی که میگذره تو بعضی از چاله ها آبهایی جمع میشه تا مدتی دارای آب تو این دره ها و چون دره تقریبا تنگ و باریکیه آفتاب خیلی تایم زیاد یا ساعت زیادی آفتاب اینجا رو نمیگیره به خاطر همین تبخیر آبش تقریبا کمتره و مدتی این آبها اینجا باقی میمونند این آبها منبع آشامیدنی بسیاری از بندپایان خزندگان پستانداران و پرندگانه و به خاطر همین مارها در اطراف این چشما ها به احتمال غریب به یقین استتار میکنن و پرنده ای که وارد این منطقه میشه برای نوشیدن آب میتونه شکار کنه ما الان از این بالا میریم پایین تو دره که کنار این آبها قدم بزنیم و پیمایش کنیم تا ببینیم مار یا افی جعفری رو میبینیم یا نه حالا ما باید یک پیمایش داشته باشیم تا برگردیم داخل دره دوستان همونجور که مشاهده میکنید بعد از یک کم پیمایش رسیدیم به یه اشکفت به قول بختیاریا یا یه حالت قارمانن نیمه قار تو این منطقه ها چون جای خونکیه برای پنهان شدن خیلی از موجودات مناسبه به خصوص مارها تو این اشکفت ها به دلیل خونک بودن و بعضی وقتا کمی رطوبت داشتن انواع مختلفی از جانوران ممکنه اینجا برای استراحت و خونک شدن انتخاب کنن که خیلی جای خوبیه برای دیدن مارها یه نکته ای هم بهتون بگم وقتی تو پیمایش ها یا کونوردی یا طبیعت ها به اشکفت یا غار یا اینجور مناطق نزدیک میشه و میخواین استراحت کنین هیچ وقت اینجور جه ها رو برای استراحت انتخاب نکنید مگر اینکه خیلی کوتاه باشه و عمقی نداشته باشه چون اونایی که عمیق‌ترن و یا خیلی مناسبترن ممکنه تعارض بین جانوران زهراگین و حتی موجودات دیگه بین انسان و موجودات دیگه پیش بیاد سعی کنید این جوجه ها با دقت وارد بشید و برای استراحت کردن به خصوص در تیه شب انتخاب کنید سعی کنید این جوجه مثل اینجا که الان عمیقه و تصویر از بالا خواهیم گرفت انتخاب نکنید الان باید از اینجا برم پایین واقعا جای زیبا و خوبی برای پنهان شدن انواع مختلف ماره یه نکته دیگه که خیلی مهمه محمد بیا اینجا از این بر باید ببینید این دیواره هاش ریزشیه این اشکفت و ممکنه به مرور این سخرا ها که حالت ورقه ورقه داره سقوط کنه مثل پایین که میبینید اینجا سقوط کرده و اگه بخوایم همچین جایی رو برای استراحت کم انتخاب کنیم حالا بغیر از اینکه تعارض بین جانور و موجودات دیگه ممکنه رخ بده حتی ممکنه این صخره ها و این برقه ها ریزش داشته باشه و ممکنه آسیب جدی به ما بزنه ببینید چه فضای بزرگ و زیبایی داره ولی سخف رو نگاه کنید همه ترک خورده و این ریزش ها بر روی رو زمین که ریخته ممکنه به ما آسیب بزنه دوستان همونجا که مشاهده میکنیم و از بالای دره ما بودیم بهتون میگفتیم جایی که آب و رودخونه می فصلیه اینجاست ببینید یک آب بسیار شفاف به ظاهر و خونک و مایی که بسیار تشنه ای. این نکته رو بهتون بگم صخره در کنار آب و اونجا مخفیگاه هایی که هست کنار رودخونه کنار رودخونه مارها برای عرف اتش و آب خوردن و برای استتا در کنار این آبها برای شکار پرنده ها و پ... موجودات کوچک ای که برای خوردن آب میان و میتونن اونا رو شکار کنن به راحتی کمین میزنن الان چون رو به خونکیه کلا در خونکه موقعیت مناسبی نیست شاید ببینیم ماریو ولی تو اوایل صبح که گرمه و اینا هوا خیلی داغ شده میان برای آب خوردن و شکار کردن ممکنه همچین جاهایی که دارین میان استراحت میکنین یا میخواین دستتون رو سنگ ها بذارین بشینید ممکنه خدای نکرده مورد گزش قرار بگیرید همیشه یادتون باشه پیشگیری از درمان بهتره خیلی ها دنبال اینن که درمان کنن در صورتی که اگه پیشگیری کنیم اتفاقی نمیفته و پیمایشمون طبیعت کردیم و سفرمون بسیار آرامش بخش و مفید خواهد بود اگر اتفاقی در طبیعت برای کسی بیفته کل افرادی که توی اون گروه هستن ممکنه آسیب ببینن و درگیر اون شخص بشن که اونو به شهر یا مراکز درمانی برسونن سعی کنیم پیشگیری کنیم حالا ما این دره رو ادامه میدیم امیدوارم که گونه ای رو بتونیم پیدا کنیم بازم می بهتون تاکید میکنم پیشگیری از درمان بهتره دوستان عزیز تا اینجای ویدیو که همراه ما بودید لایک یادتون نره کامنت بذارید به خصوص کامنت انگلیسی زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهایی که به اشتراک گذاشته میشه به اطلاعتون برسه سابسکرایب کنید به دیگران معرفی کنید حمایت کنید تا ما بتونیم بیشتر و بیشتر و قویتر در این مسیر حرکت کنیم ممنونم خیلی از دوستان میگن که در مورد این گونه جانوری ویدیو تهیه کنید یا در مورد گونه دیگه ویدیو تهیه کنید دوستان عزیز برای سفر رفتن ما وقت میخوایم امکانات نیاز داریم هزینه نیاز داریم و زندگی شخصی داریم که بتونیم اون زندگی رو بگذرونیم کار کنیم فعالیت کنیم و پولی که ذخیره میکنیم برای سفر هزینه کنیم و با امکانات و هزینه ها و موارد محدودی که ما در اختیار داریم سعی کردیم سفرهایی بریم که بتونیم محتوای بیشتری تهیه کنیم و در مورد گونه های جانوران زهراگین و خزندگان ایران ویدیو تهیه کنیم هرچقدر هزینه و امکانات و وسایل بیشتری در اختیارمون باشه ما میتونیم بیشتر فعالیت کنیم دوستان عزیز مشاهده که میکنید اینجا رو یه افعی جعفری اینجا چند زده یک افعی بسیار زیبا الان اول غروبه هوا که خنک شده مارها و خزندگان شبگرد کم کم به سمت بیرون از سراخهاشون یا مخفیگاهاشون حرکت کردن و به فعالیت میپردازن حالا برای آب خوردن یا بیشتر برای شکار کردن و این افی جعفری هم تازه توی این منطقه اومده بیرون ببینید این بذارید من صدای فلساشو بهتون نشون بدم دوستان همونجور که مشاهده میکنید برای من که یک مهاجم براش حساب میشم یا دشمن حساب میشم به این صورت چنبره میزنه پولکاشو به هم میماله و یک صدای آب آب که رو سطح داغ میریزی ایجاد میکنه یا صدای به خاطر پولکهای برجسته ای که در کناره های بدنش وجود داره وقتی خودشو به هم میماله مخالف هم قرار میگیرن و یک صدای خس, خس مانند یا شبیه آب و که رو سطح داغ میریزی ایجاد میکنه افعی های جعفری جسهای خیلی بزرگی ندارن ولی گزش های به شدت خطرناکی دارن یکی از دلایلی که تعداد گزش های افعی جعفری زیاده یک تا با انسان زیاد داره یا برخورد با انسان زیاد داره چرا؟ چون ما وارد زیزگاه هاشون شدیم و این برخورد یه چیز طبیعیه دومین دلیل که به شدت به مهاجم واکنش نشون میده با کوچکترین تحریک حتما به دشمن حمله میکنه سه زهره بسیار قوی داره و میتونه برای انسان خطرات بسیار شدیدی داشته باشه حتی مرگ یکی از عوارض شایع در افعی های جعفری یا افعی پولک ارهی خونریزی داخلیه یعنی شخص گزیده شده موی ها و رک ها پاره میشه خون به بقیه بدن سرازیر میشه و به شدت باعث خطر مرگ میشه حتی کلی ها آسیب میبینه ادرار خونی میشه که بهش خونشاش میگن یا ادرار خونی که اوج خطر رو داره که بعضی وقتا در بیمارستان یا مراکز درمانی خون شخص گزیده شده توسط عفی جفری رو تعویض میکنن یا بهش خون اهدا میکنن که بتونن شخص رو نجات بدن دوستان قضیه گزش فقط مرگ نیست شاید شخص گزیده شده درمان پیدا کنه ولی گاهی وقتا عوارضی براش میمونه که شاید تا آخر عمر به جا بمونه گزش یک چیز شوخی و ساده نیست و همیشه نسبت بهش دقت کنید و خودتون رو در معرض گزش در معرض گزش قرار ندید و با جانوران زهراگین شوخی کنجکاوی نکنید و راه خودتون رو برید عزیز ببینیم به چه صورت به صورت اوریپ حرکت میکنه یا ساید وایندر افعی های جعفری جزء مارهایی هستند که به صورت کج یا ساید وایندر حرکت میکنن ببینیم با چه سرعتی پرش میکنه و خودش رو به جلو حرکت میده تو مناطق شیبدار خیلی سریعتر و سرعتی عمل میکنه ببینید با چه سرعتی داره فرار میکنه و خودش رو میخواد مخفی کنه همونجور که گفتم افعی های جعفری جزء افیهای های ساید یا کج رو یا اوریبروه که افیه پولکره یا افیه جعفری افعی شاختار ایرانی افعی دومن کبوتی افعی شاختار عربی و کوکمار. مارهایی هستند تو ایران که به این صورت حرکت میکنن که البته این مارها به صورت مستقیم و مارپیچ هم میتونن حرکت کنند ولی عمده حرکتشون به صورت اوریب یا کج یا ساید واندره و تو حالت ساید واندر یا کج دو نقطه از بدنشون رو سطح زمین تماس پیدا میکنه این فرگشت ایجاد شده که کمترین تماس بدن با رو زمین اتفاق بیفته که گرمای سطح زمین به بدنشون کمتر برسه انگار رو هوا دارن پرواز میکنن به این صورت خیلی حرکت جذاب و دیدنی دارن و ایران جزو کشورهایی که تنوع خوبی تو چنین مارهایی داره همیشه یک حالت چنبری مانند داره افی جعفری ببینید این پولک این حال این فانتوم یا موشک یا جتی که رو سرش رو میبینید صلیب شکسته و نقاط الماسی سفیدی که دور بدن پشت بدنشه و زیگزاگ های کم یا پررنگی که در کنار بدنش قرار داره سر کاملا پهنه به این حالت مارپیچ میپیچه و رو میماله و به دشمن هشدار میده محمد بیا اینجا یه گونه از مارهای کوتوله رو من دیدم اینجا بیا اینجا محمد بیا چه گونه زیبایی خودش لای بوده قایم کرده من چرا قوه رو خاموش کنم ببینید یک مار غیر زهری و بیازار اینو مشاهده کنید خب حالا من یه توضیحاتی در مورد این گونه بدم ببینید همونجور که مشاهده می‌کنید این یه گونه دیگه از مارهای کوتوله است که با نام ایرنیس کورونلا یا مار کوتوله تاجدار به خاطر این بهش تاجدار میگن به خاطر این توقی که اینجا داره و رو سرش رفته بهش به خاطر همین میگن ماره کوتوله تاجدار این مارهای کوتوله کلا 40 تا 50 سانتی متر تو گونه های بیشتر گونه هاشون و گونه های مثلا بزرگتر هم داره مثل تیرک مار که تا 7 تا 80 سانتی متر رشد میکنه انواع گوناگونی از مارهای کوتوله در مناطق مختلف چه مناطق ییلاقی دشتی گرمسیری و نیمه گرمسیری پراکندگی داره مارهای کوتوله چون جسه کوچیکی دارن در اوایل بهار و به خصوص گاهی شبها به فعالیت میپردازند و در بقیه فصول به ندرت دیده میشن از بندپایان و نرمتران و حشرات و گاهی اوقات از مارمولک های کوچک تغذیه میکنن غیر زهری بی آزار و بسیار برای طبیعت و انسان ها مفیدن چون با خوردن بندپایان و حشرات کمک زیادی به طبیعت میکنن خیلی از مردم این مارها رو که میبینن فکر میکنن بچه مارن در صورتی که همه مارها در دنیا درست جسته نیستن ما بسیاری از مارها داریم که جسه های کوچکی دارن و گاهی برخی از اونها مثل مارهای کرم میشه شبیه کرم خاکی هن. این یکی از اون نمونه مارهای کوچکیه که تو ایران پراکندگی داره همیشه توجه داشته باشید که تا شناختی به مارها ندارید به مارها دست نزنید و هر وقت ماری دیدید راهتون رو تغییر مسیر بدید و از اونها دور شید و به هیچ عنوان مارها رو نکشید چون مارها بسیار برای طبیعت مفیدن. ببینید بسیار مار کوچک و زیبایی با این ترهایی که روی بدنش قرار گرفته مار کوتوله تاجدار در مناطق غربی و جنوب غربی ایران پراکندگی داره و در ارتفاعات و تپ ماهورها و کوهپایه ها به وفور تو فصول بهار و اواخر زمستون دیده میشه الان که تو بهار هستیم و هوا یکم گرم شده دیگه شبها فعالیت میکنه و در تابستون که دیگه اوج گرماس توی مناطق به ندرت دیده میشن واقعا زیباست وقتی از جانوران اطلاعات بیشتری پیدا میکنیم بسیار لذت بخشتر میشه ببینید ببینید چه مار زیباییه واقعا با دیدن این مارها و تنوع گونه‌ای که تو ایران داریم آدم لذت میبره ایران واقعا سرزمین تنوع گونه های مختلف خزندگانه و یکی از کشورهای بسیار غنی در این گونه های جانوریه سعی کنیم با شناخت و آگاهی پیدا کردن طبیعت کشورمون رو حفظ کنیم تا برای آیندگان باقی بمونه دوستان عزیز با این مار کوتوله تاجدارم آشنا شدیم و خوشحالم که این هم تونستیم ببینیم با این تنوع زیادی که تو منطقه خوزستان هست حالا ما این رها میکنیم که به محیط خودش برگرده و زندگی کنه و ما هم به پیمایش ادامه میدیم <تصفح> بودو محمد بودو 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 بیا چیز مار بسیار جذاب و دیدنی یکی از خطرناکترین مارهای ایران افعی جعفری یا افعی پولکرهی واقعا یک مار زیباست و بسیار سریع و خشن نسبت به مهاجم سریع ترین حمله رو در بین مارهای ایران افعی جعفری داره تو صدوم ثانیه میتونه به دشمن حمله کنه ببینید های زیگزاگ و نقطه های الماسی شکلی که پشت بدنش رو مشاهده میکنید و به شکل اوری حرکت میکنه ببینید یا کجرو و میتونه مستقیم هم حرکت کنه ببینید الان به صورت اوریب داره حرکت میکنه واقعا مار زیبا و دیدنیه ببینید جسه خیلی بزرگی نداره اینا عموما بین 50 تا 60 سانتی متر هم و نهایت 90 تا 100 سانتی متر ولی بیشتر اندازه هاشون 50 تا 60 سانتی بیاریم شکم این برتر و از زیباییش لذت ببریم دوستان نگاه کنید علامت صلیب شکل رو رو سرش میبینید ببینید با چه سرعتی میتونه حرکت کنه علامت صلیب یا جتی که روی سرشه اینجا و سرعتش رو ببینید در مناطق دشتی کوپایی و مناطق کوهستانی در مناطق مختلف ایران زندگی میکنه و زیستگاه های متنوعی رو تونسته خود اشغال کنه و پراکندگی پیدا کنه واقعا یکی از زیباترین و مار مورد علاقه ای منه ببینید چه رنگی داره که میتونه به خوبی خودشو بین علف های خشک و سنگ ها خودشو استتار کنه ببینید دوستان عزیز همینجور که مشاهده میکنید علامت جت یا هواپیمایی که رو سرش رو میبینید سر کوچیک و مسلسی شکلی داره چشمای درشت و مردمک عمودی شکل ببینید و بدنش رو ببینید خالهای که رو کمرش الماسی شکل و زیبا سفید رنگ و زیگزاک های کناره بدنش اینجا یک ردیف پولک های زب رو ارمانندی داره که موقعی که میخواد تهدید بکنه دوستان صداشو میشنن وقتی پولک های ارمانند به هم مالیده میشه این صدا باعث دشمنش رو تهدید میکنه که نزدیکتر نیاد ببینید چقدر زیباست عوارض گزش افی پولکره یا افی جعفری مثل سوزش، درد، تورم، نکروز، مشکلات قلبی عروقی، خونریزی داخلی که گاهی خون در ادرار دیده میشه و به رنگ چایی در میاد ادرار که بهش خونشاش میگن که در این موارد ممکنه فرد گزیده شده نشه براش کمکی کرد دوستان عزیز گزش جعفری بسیار خطرناکه و نکروز های به شدت شدید ایجاد میکنه و بافت های زیادی از بین میره چون یوتیوب به شدت به این چیزها و این موارد محدودیت میده ما نمیتونیم عکس های گزش رو بذاریم یا تصاویر گزشی از مارها و عقرب ها بذاریم چون باعث میشه که کانالمون اختار دریافت کنه و باعث محدودیت های زیادی بشه چون صحنه های ناخوشایندی این گزش ها توجه کنید گزش یک موضوع شوخی بردار نیست و خیلی ها گزش رو شوخی گرفتن جدا از مرگ و کشته شدن و توسط مارها یا اغربها عوارضی داره که ممکنه سالهای سال باهاتون بمونه یا بافتها رو از بین ببره یا عضو از بین ببره یا مشکلات داخلی به وجود بیاره که هیچ وقت نشه درستش کرد در جنوب آسیا و خاورمیانه پر ترین ماری که ایجاد گزش میکنه افی پولکری یا افی جعفریه در هند سالانه هزاران نفر توسط افی جعفری گزیده میشن و همینطور در خاورمیانه و ایران بیشترین آمار گزیدگی متعلق به افی جعفری که گزش بسیار خطرناکی را رقم میزنه که گاهی منجر به مرگ میشه خیلی ها میپرسن خطرناکترین مار ایران یا دنیا کدوم مارها هستند دوستان عزیز در مورد خطرناک بودن ما فقط به زهر اکتفا نمی کنیم خیلی از مارها هستند که قدرت زهر قوی دارن مثل مارهای دریایی که قوی ترین زهرها رو دارن ولی گزش های زیادی ندارن شاید اصلا صفر باشه گزش هاشون در موارد گزش یا بررسی های گزش ما به چند نکته باید توجه کنیم یک قدرتمند بودن زهر یعنی اینکه بتونه وقتی شخصی رو میگزه باعث مرگش بشه دو برخورد زیاد یا تأوروز زیاد یعنی انسان با این نمار زهری بیشتر در تماسه. سه مهاجم بودن اون مار که نسبت به مهاجم بلا فاصله واکنش نشون میده و باعث گزیده شدن شخص خواهد شد چهار پراکندگی زیاد و جمعیت زیاد اون مار زهراگینه که باعث میشه برخوردهای بیشتری رقم بخوره و موارد دیگه ای که در اینجا جای بحثش نیست این چهار نکته اصلی و مهم باعث میشه که یک ما رو ما در نظر بگیریم که چقدر میتونه برای انسان خطرناک باشه افعی پولکرهی در دو سوم خاک ایران پراکندگی داره و زهر بسیار قدرتمندی داره و نسبت به مهاجم بسیار پرخاشگره و تاروز و برخورد زیادی با انسانها داره چون ما انسانها زیزگاه های جانوران اشغال کردیم تاروز و برخورد بیشتری پیش خواهد آمد مارها منتظر نیستن که انسانی رو بگزن اونها مثل ما جونشون رو دوست دارن و غریزه بهشون میگه که وقتی جونشون در خطر بیفته از زهرشون استفاده کنن و از خودشون دفاع کنن تا بتونن زندگی کنن این یک امر طبیعی و غریزه که تو انسان ها هم وجود داره 60 تا 70 درصد گردش ها به خاطر اینه که وقتی شخصی ماریو میبینه نسبت بهش کنجکاو میشه میخواد پهلوان بازی در بیاره میخواد بگیرتش میخواد بهش نزدیک بشه فیلم بگیره عکس بگیره و از این قبیل موارد که مار هم وقتی احساس خطر بکنه و تهدید بشه و جونش در خطر بیفته حتما اقدام به گزیدن میکنه البته بیشتر مارهای دنیا و ایران غیر زهری هن و تعداد محدودی از اونها زهر دارن و میتونن برای انسان خطرناک باشن ولی چون مردم عام مارها رو نمیشناسن و شناختی نسبت به اونها ندارن حتما وقتی با ماری مواجه شدن فاصله شون رو رعایت کنن و ازشون دور بشن و اقدام به کنجکاوی و ماجراجویی نکنن افعی پولکره یا افعی جعفری یکی از افعی هایی که بچه هاشو زنده به دنیا میاره و زنده زایه. افیه جعفری از پستانداران کوچک، پرندگان، خزندگان، حشرات، بندپایان تغذیه میکنه و یکی از غذاهای مورد علاقش در برخی از مناطق اغرب خواست و میتونه جمعیت اغرب ها رو کنترل کنه. در مناطق مختلف افیه جعفری نامهای محلی متفاوتی داره. در برخی از مناطق جنوبی به کوکمار و در برخی از مناطق شمال شرقی و شرقی به ورسا یا ورسو معروفه. البته این نکته رو من باید ذکر کنم که کوکمار که در مورد این گونه اطلاق میشه یک گونه دیگه به نام کوکمار ما داریم که در مناطق شرقی ایران زیست میکنه و بسیار متفاوت تر از افعی جعفریه ولی کلا در مناطق جنوبی به مارهای کوتاه و کجر و کوکمار میگن در ویدیوهای بعدی بیشتر در مورد افی جعفری و افعی پولکردری صحبت خواهیم کرد اگر ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدیدی که به اشتراک گذاشته میشه به اطلاعتون برسه لایک کنید کامنت بذارید به خصوص کامنت انگلیسی ما رو حمایت کنید تا بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون تهیه کنیم هر چقدر شما ما رو حمایت کنید ویدیوهای بیشتر و متنوعتری رو میتونیم در مورد خزندگان و جانوران زهراگین ایران تهیه کنیم ممنونم دوستان عزیز نمونه عفی جعفریم راه سازی می‌کنیم و به مسیرمون ادامه میدیم تا ببینیم چه گونه‌هایی رو میتونیم پیدا کنیم برو ببینید هنوزم فکر میکنه ما اینجا میخوایم تهدیدش کنیم بریم بریم که اینم به زندگیش ادامه بده